ولی این دفعه دیگه نوبت شماست. حتما باید شما تشریف بریم منزل درویشی ما. یعنی البته دست پخت من به دست پخت شما و خانم دکتر نمیرسه، ولی قابل تحمله. البته گاهی وقتا هم یه رستوران سر کوچه است که میریم اونجا آبروداری میکنیم، یعنی از اونجا غذا میگیریم. اختیار دارین، دست پخت خانمتون باید خیلی خوب باشه. من خانم، یعنی من زن ازدواج نکردم، از دار دنیا فقط یه خواهر دارم، اونم هر دفعه میاد خونه کل خونه رو به هم میریزه و میره، یعنی کار دیگه بلد نیست. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. شما مثل این که از طایفه مردان آزاد هستی. شما چرا اینو میگین؟ حالا که کسی اینجا نیست و خودمون تنها هستیم، باید اعتراف کنم که مردای متأهل یک مشکل دارن، اما مردای مجرد هزار یک مشکل دارن، که اولیش هم همون چیزیست که مردای متأهل دارن، یعنی یه جورایی با هم. چی گفتم؟ خیلی فلسفی شد. بله. افسانه خانم تشریف ندارن؟ نه خیر، رفته بیمارستان، چند ساعتی جای دوستش باشه. چایتون رو میل کنی؟ به به به، چه رنگی، چه عطری، انگار از خود کرکته فرستادن برای خونه شما که بریزید توی قوریه. نه خیر، اتفاقا از خود لاهیجان به طور غیر مستقیم تقدیم شما میشه. من از وقتی که تابلوهای افسانه خانم رو دیدم، خانم دکتر رو دیدم، واقعا یه جورایی تحت تاثیرش قرار گرفتم. میدونید از یک اشل بالا یک استیل خاصی برخورد داره، مثل این نقاشای خارجی. و اون تابلویی که اسمش زیباست، واقعا زیباست، یک شاهکاره. قصه اون تابلو خیلی طولانیه، مربوط به دورانی میشه که ما تو خیابون دامپزشکی زندگی میکردیم. بله، فکر میکنم افسانه سال دوم دبیرستان بود. یه دوستی داشت به نام زیبا. زیباترین موجودی که میشناختم. خیابون دامپزشکی؟ نه با هول نکن، دامپزشکیه. Thank you.
دکتر سالمی هستم. قبلا تماس گرفته بودم با خانم تاج الملوک قرار داشتم. سلام. سلام. دکتر سالمی هستم. از آشنایتون خوشبختم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بنده رو به خاطر مزاحمتی که براتون ایجاد کردم ببخشید. خواهش می‌کنم، چه زحمتی. خوشحال میشم اگر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام بدم. اینجا رو خونه خودتون بدونید. متشکرم. امیدوارم که هیچ وقت مریض نشین، اما کلینیک ما متعلق به شماست. علت مزاحمت بنده مربوط میشه به سرقت اتومبیل فرزندتون در شب عروسیشون. اما موضوع از نظر ما تموم شده است جناب دکتر. سلام. میدونید روز عروسی چند تا جوان ماشین رو دزدیدن. ما هم اولش ناراحت شدیم، اما چند روز بعد که آوردن و گذاشتن دم در خونه، ما هم دیگه از شکایت صرف نظر کردیم. مثل اینکه دو تا جوان دم بخت ماشین برای عروسیشون لازم داشتن. خب ما هم فکر کردیم که برای امر خیره، گفتیم که نمک زندگی پسرمون. چه اگر برای حمله مواد مخدر، سرقت یا جنایت استفاده کرده بودن چی؟ اون وقت سکوت شما در حقیقت حمله بر همدستی شما با اونا تلقی میشد. والا ما دیگه فکر این جاهاشو نکرده بودیم. حالا که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده، من فقط میخواستم حقیقت رو بگم. راستی شما قبل از مراسم عقدم فیلم برداری کردیم؟ چرا؟ اما صورت دزده زیاد معلوم نیست. من میخواستم خواهش کنم اگر اشکال نداره اون نوار رو یه چند شبی به من امانت بدید. قول میدم که سریع بهتون برگردونم. شاید بشه چهره واقعی عروس و داماد تقلبی رو تشخیص داد. حتما. ولی خواهش میکنم آبروی اونا رو نبرید، چون ما هیچ شکایتی نداریم. اگر مانع خوشبختی اون عروس و داماد بشیم، من فکر میکنم برای پسرم شغل نداشته باشه. خیالتون راحت باشه، این یه امر شخصیه. قول میدم که هیچ شکایتی در بین نباشه. و اون یادداشتی که روی ماشین گذاشته بودن رو لطفا. بازم همون اشتباه تاریخی. میدونی پسرم، ازدواج یه جاده یه طرف است. یا آدم رو به سوی خوشبختی هدایت میکنه و یا به سوی بدبختی. آدم ها تا ازدواج نکردن شخصیتشون کامل نمیشه و امکان گرفتاریاشون زیاد. و کیش کاملا درسته. من دوستانی داشتم که تازه بعد از ازدواج فهمیدن که همدیگر رو نمیشناختن و یه جورایی گول ظواهر رو خوردن. شمایی؟ آدم ها در نقشای مختلف چهرهای مختلفی دارن. مثلا دو دوست صمیمی اگر با هم شراکت بکنن دشمن خونی هم میشن. ازدواج مثل یک مرتبه پریدن توی استخره. اگر بخوای یواش یواش پا تو خیز کنی، ممکنه یک عمر تنها بمونی. بازم چیش؟ الان راه فراری بر تو نمونده های سهری. اما همیشه راه فراری هست اگه راهشو بلد باشی. توی زندگی کسایی برنده میشن که همه جوانب رو در نظر بگیرن. و احساس من نسبت به شما دقیقا همینجوره. شما خوب بلدین بازی کنین های سهرایی، و همیشه حریف قوی و قدر بیشتر از حریف زبون آدم رو در مبارزه به وجه میگره. بازم چیش؟ این دفعه بد جوری گیر افتادین های سهرایی. اعتراف میکنم این دفعه دارم غافلگیر میشم. من نباید بیگدار مهرامو از دست میدادم، اما احساس میکنم شما خیلی حساب شده بازی رو شروع کردیم. اما شما این ببینین
راه خلاصی وجود نداره. باید تسلیم بشین. چیش؟ مماد. شما تو زندگی ما دنبال چی میگردین آقای زهره؟ از همکاریتون صمیمانه تشکر می‌کنم. ممنون. تقاضای مادرم فراموش نکنید. اگه اسمی از ما جایی برده بشه همه چی انجام می‌دم. خواهش می‌کنم. قول میدم که در اولین فرصت نوار و یادداشت شما رو برگردونم. خداحافظ. الو. کلانتری منطقه یوسف آباد. لطف کنید جان سرهنگ بازرشی. باید اعتراف کنم که شما منو حسابی غافلگیر کردین. شما خیلی آدم باهوشی هستین. باشه. من همه چیزو به شما میگم. من میخواستم خواهش کنم که منو به فرزندی قبول کنین. من هیچ وقت طعم شیرین داشتن پدر رو نچشیدم. من و شما یه جوری با هم هم دردیم، یه درد مشترک بین من، شما، افسانه خانم، درد تنهایی. به نظر شما من لیاقتشو دارم؟ ما هیچ چیز درباره شما نمیدونیم آقای صحرایی. ما حتی نمیدونیم شما کجا زندگی میکنیم. ما نمیدونیم خانوادتون کیان و کجان، شغلتون چیه، دوستاتون کیان. شما باید به ما حق بدین. اتفاقا برای همین مسئله خدمت رسیدم که فرصتی بشه خدمتتون عرض کنم. خب باش. من مجید صحرایی هستم. از یه خانواده بسیار پولدار و مربع. تا اومدم به خودم بیام بگم به جون پدرم، گفتم به هر بابام. برادرها ارث و میراث رو برداشتن بین خودشون تقسیم کردن، رفتن این طرف اروپا، اون طرف شهر. منم گفتم آقا مجید خودت باید خودتو بسازی، خودت باشی خودت. تا اینکه مادرم هم عمرش داد به شما مرحوم شد. روزگار خیلی سخت شده بود. گفتم خب میچسبم به کار. شیش ماه ایران، شیش ماه اروپا. پول رو پول میذاشتم. زندگی شلوغی ندارم. همین کامران دوستمه. با یه خواهر به نام ونوس. خب چه میشه که؟ زندگی دیگه. تا اینکه رفتم دم دکه روزنامه فروشی، سرم گرم شه. یه دیدم دلم گرم شد. گفتم خب اینم روزگاریه دیگه، میچرخه. بعد دیدم نکنه گیر بیفتم. گفتم ولش کن بگذاریم، با یه نامه ای چیزی رد و بعدش کنیم بره. تا اینکه اون روز شما رو تو کور دیدم. گفتم ببین شاید یه مصلحتی تو کاره که ما پولدارا نمیدونیم. تمام دنیا رو گشتم اسیر نشدم. ای کاش اون دکه روزنامه فروشی هیچ وقت جلو پام سبز نمیشد. پشیمونی؟ نه پریشونم.
سلام علی جانم. سلام آقای سرابی، بفهمید تو. معذرت میخوام که دیر کردم. من از فرودگاه یراس رفتم هتل چمدونو گذاشتم اومدم اینجا. خب اگه اجازه بدین دیگه بریم خیابون دامپزشکی. هر جور میل شما باشه. این سفر تردیدها و دلشورهای منو بیشتر کرد. وقتی داشتم میومدم ایران همش دلشوره اینو داشتم که چطور دست افسانه رو بذارم تو دست پدر بزرگ. اما حالا دلشوره اینو دارم که چطور اینجا رو ترک کنم و برم. خب ترک نکنین، بمونینم اینجا. آخه میدونید همه زندگی من تو فرانسه است. اونجا توی کرمان به جز این آدرس هیچ سرنخ دیگه ای هم پیدا کردین؟ با این نامه تو کرمان با پدری آشنا شدم که دخترش تو افسانه بوده، البته تو دوره راهنمایی که متاسفانه تو بمباران بروجرد شهید میشه. و این درست همون زمانیه که این نامه به در خونه اونو تو کرمان میرسه. نامه‌ای که هیچ وقت درش باز نمیشه چون به دست گیرندش نرسید. خط خود افسانه است. پس چرا پدر مادر دوستش وازش نکردن؟ اونا این همه سال صبر کردن تا یه روز افسانه بیاد و سراغ دوستشو بگیره و اونا هم ماجرا رو براش تعریف کنن. حالا بعد این همه سال من از راه رسیدم و نامه رو به من دادن. خب اینجوری احساس میکنن که دخترشون زنده است و شاهد همه ماجرا. من اگه تا به حال فقط به خاطر خود افسانه میخواستم اونو پیدا کنم، حالا یه وظیفه انسانی دیگه هم روشونمه. افسانه باید بفهمه که دوستش بی وفایی نکرده و تو این دنیا نبوده که جواب نامشو بده. حرفای شما وجدان آدمو قلقلک میده. من افسانه رو پیدا میکنم، مطمئن باشید. حالا دیگه مصممتر هستم چون احساس میکنم یکی پشت اون ابرها چشم انتظار این یافتنه. دو تا چشم. مادر افسانم هست، اونم چشم راه. خب دیگه بریم. بریم. میخوام با خانواده شما، دوستاتون و کارتون بیشتر آشنا بشم و محل زندگیتون. اگه قابل باشم به چشم. خونم تو خیابون فرشته است. یه کارخونه دارم که با یه نفر شریکم. اینم کارتش. ماشینم که دم دره. اینم تلفن همراه. بله بفرمی. حسن آقا کیه بابا جون؟ حسن آقا ما نداریم. من گرفتم. اما من از یه چیزی سر در نمیارم. چه چیزی؟ این دستا. روزی که با شما دست دادم بعدا این دستا، این دستایی نیستش که شما تعریف ازش میکنید. این دستا یه عمره که کار کرده. شما دنبال چه چیزی از اینهای صحرایی؟ افسانه خانم اومد. اومد. سلام آقا جون. سلام آقای صحرایی. مثل اینکه بی موقع اومدم. آره؟ نه نه اتفاقا خیلی به موقع تشریف آوردین. میدونید من معتقدم که کار جوهره آدمیه. از یه بچه پولدار بی خاصیت بودن بیزارم. به همین خاطر به صورت تفنن قطعات ماشینالات مختلف رو برمیدارم، سرهم میکنم و از توش یک ماشین جدیدی میسازم. علاقه من به ماشینالات به اندازه حفظ محیط زیسته. گرین پیس
بله کاملا یادمونه. من و آقا جون کلی درباره اون دیدار ناگهانی با همدیگه صحبت کردیم. پس باید به لیست شما بعد از جوانمردی و فیزیک و ریاضیات و گرین پیس و ادبیات مکانیکی رو اضافه کنیم. اینطوری آقای صحرایی؟ نقاشی رو فراموش کردیم. شما قبلا توی این محله اومدی؟ نه اینه ها بنبست 17 شهریور قصر دشت دامپزشکی. خدا کنه هنوز اینجا باشن. یعنی واقعا ممکنه؟ این آدرس مال خیلی سال پیشه. شاید موقتی اینجا زندگی میکردن. حالا بعد به دلتون راه ندی. یه دفعه خدا رو چه دیدین در واش و دفتانه اومد دیرون ها؟ بریم. میشه یه توک با بیاین دمه در؟ سلام خانم. سلام سلام خانم. بفرمایید. چی مزاحم شدین؟ من یه راست میرم سر اصل مطلب. این آقا خارج اومدن. دنبال یکی از فامیلاشون میگردن که یه چند سالی ازشون بی خبر بودن. پرسون پرسون اومدیم تا رسیدیم اینجا. مثل اینکه الان اینجا زندگی میکنن نه؟ میشه شما اسم گم شدتونو بگین؟ بله آقای ابراهیم یعقوبی و بله دخترشون افسانه خانم. بله یه چیزی حدود 26-27 سالشون. سالای 67-68 مثل که اینجا بودن. بله بله یادم اومد. همسایه ما بودن تو همین خونه. دخترشونم دوست زیبا دختر اقدس خانم بود. خیلی مردمان آروم و توداری بودن. یعنی این همه جمعیت تو همین خونه زندگی میکردی؟ بله این خونه ها همشون همینطورن. ما این طرف حیاط بودیم. آقای یعقوبی اینا هم اتاقشون تای حیاط بود. اقدس خانم هم بغل مطبخ و انباری. خانواده یعقوبی اونا چی شدن؟ حدود سال 70 بود که یهو اساسشون جمع کردن از اینجا رفتن. هیچ کس نفهمید چرا برای چی کجا رفتن. گفتم که بهتون خیلی تو دار بودن. حالا چجوری میشه فهمید کجا رفتن؟ خب معلومه از دوست صمیمی افسانه خانم تو همین خونه. نه نه اونا بعد از رفتن آقای یعقوبی دو سه ماه بعدش رفتن از اینجا. یعنی اقدس خانم بعد از اون اتفاقی که برای دختری زیبا افتاده بود گفتی که نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. چه اتفاقی؟ به افسانه مربوط میشه؟ هم آره هم نه. قصه مفصلی داره. قبل از اومدن شما داشتم با آقای یعقوبی عرض میکردم که اون تابلوی زیبای شما حسابی فکر منو مشغول کرده. به نظر من اون بهترین کار شماست. اما به خاطر فضای دردناکش من زیاد خوشم نمیاد. نه بعد اتفاقا خیلی آشنایی من با زیبا اون حادثه وحشتناک بعد هم گم شدن اون همش بخشای سیاه زندگی منه. شما قصه زیبا رو هیچ وقت برام تعریف نکردین. زیبا توی کارخونه تولید لوازم آرایش کار میکرد به طور نیمه وقت. افسانم چون ابراهیم آقا از کار بیکار شده بود خیلی اصرار میکرد که بره پیش زیبا کار کنه. یعنی روزا کار کنه و شبا درس بخونه. همطور با هم دیگه روزا کار میکردن و شبا درس میخوندن. خیلی با هم صمیمی بودن. ماها گذشت. ما شاهد بودیم که چقدر خوشحال و خندون از این حیات رد می شدن و می رفتن سر کارشون. خلاصه این دوتا دختر خنده رو لباشو محو نمی شد. خیلی شاد بودن. تا اینکه این اتفاق وحشتناک تون کارخونه افتاد. روز عجیبی بود. ما کنار هم وایستاده بودیم.
روبروی هم. اون داشت از آرزوهاش برام میگفت، از جوون پولداری که عاشقش شده بود. من همه آرزوهای دست نیافتنیش رو تو صورت زیباش میدیدم. بعد شیشه اسید از دستش افتاد روی زمین. از ترس اینکه بقیه لوازم آرایشش رو از بین نبره، بی اختیار نشست زمین که جلوی شکستن شیشه رو بگیره. شیشه عزیز شکست و پاشید تو صورتش. چه وحشتناک. افسانه، افسانه چی شد؟ افسانه هیچی، اما طفلک زیبا به وضعی دوچار شد که دیگه نمیشد تو صورتش نگاه کرد. افسانم چون این جریان رو جلو چشمش دیده بود، از نزدیکترین دوستش صحنه رو دیده بود، دچار افسردگی شد. با هیچ کس حرف نمیزد. حتی همه فکر میکردن که اون مقصره. میخوایی بقیه ماجرا رو براتون تعریف کنم؟ نه 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 نه، خیلی ممنون. امینم سر کوچه منتظر بایست. ببخشید، خداحافظ. حق دارن، همه ما شوکه شده بودیم. آقای ابراهیم که سر یک ما نشده از اینجا فرار کرد و رفت. عقد از خانم هم دختر بیچاره رو برداشت و به شهرستان دور افتاده رفت. ببخشید باعث ناراحتی آقا شدم. زیبای خاطره وحشتناک تو زندگی من، خاطره که همیشه سعی کردم ازش دور بشم، فاصله بگیرم. شاید فرار از خیابون دامپزشکی و رفتن به تهران پارس هم به همین خاطر بود. من آقا جون در واقع محله به محله، شهر به شهر از خودمون فرار میکردیم. ما نباید اونها رو تنها میذاشتیم، درسته؟ افسانه جان، من رفتم سراغشون، اما اونا رفته بودن از تهران. هیچ کس هیچ وقت به من نگفت کجا. حالا بگذاریم، شما نمیدونین بعدن چی شدن، کجا رفتن؟ من نه، اما پسر بزرگم آقا ابراهیم رو تو خیابون دیده بود. بعد از حال احوال آقا ابراهیم آدرس داده بود پسرم. آدرس؟ کجاست؟ آدرس همینجا تو خونه است. برم بیارم. آقا، آقا چی میخوایم بهش بگی؟ هیچی، گفتم که تشریف بیارن تو هم یه استراحتی بکنن، هم من آدرس رو بگردم پیدا کنم بدم خدمت تو. بدین به خودم، فرقی نمیکنه که من اون نداره که. دیگه چی گفته پسر؟ گفت که آقای ابراهیم گفته که افسانه خانم خانم دکتر شده، توی بیمارستان خصوصی کار میکنه، خیلی هم برو بیاست دورو برش. طور شده؟ آخه اینطور که خوب نیست، بفرمایید تو. حال آقاتون هم یکم بهتر بشه. نه خیر، خیلی ممنون. ما باید چند جای دیگه هم سر بزنیم. فقط در مورد آقای یعقوبی و افسانه خانم، ممکنه همسرتون چیزایی در مورد ایشون بدونن. ازتون خواهش میکنم ازشون یه سوالی بکنید. چیزی شد آج خانم؟ تنها زندگی میکنم، من و بچه هم تنهایی. با اجازتون ما دیگه رفع زحمت میکنیم، خیلی ناراحتتون کردیم. خداحافظ. ببخشید شرمنده. خداحافظ. خدا خوشم. به سلامت. خدا
تیرمون خورد به سنگ. عجب سر نوشتی. خیلی ناراحت شدی نه؟ میدونین از خودم بدم اومد. زمانی که با امکانات همین خانواده من تو خارج داشتم درس میخوندم و سراسر اروپا رو میگشتم، اون وقت دختر خاله من اینجوری اینجا در بدری کشیده. حالا ناراحت نشین، به هر حال شما که مقصر نبودین که. ولی من یه خبر خوش دارم براتون. الان این خانمه گفتش که پسرش ممکنه یه چیزایی بدونه، گفت بهم خبر میده. یعنی جای امیدی هست؟ ایشالله که هست. ولی شما هم نباید انقدر حساس و عاطفی باشین، اینجوری کار دست خودتون میدین. چیزی که داره منو داغون میکنه عاطفی بودن من نیست، بلکه سنگینی بار سختی هایی که تو این سفر دارم میبینم و میشنوم. به هر حال خیلی زحمت کشیدین منجا خانم. بازم شما رو میبینم. من باهاتون تماس میگیرم. لطف میکنه. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خواهی یه سر بری ببینی این مجید خان چه بلایی به سر ماشین عموت آورده؟ تو خیالت راحت باشه، هر وقت مجید غیبش میزنه من خیالم راحته. حتما اوضاع بر وفق مرادشه، وگرنه دم به ساعت اینجا بود. اگه باش تصادف کرده باشه چی؟ یا اگه باش کار خلاف انجام بده، یا اگه بدزدنش، یا باز افکار بدبینانه سوری خانوم شروع شد. شما خیالتون راحت باشه، مجید الان دنبال مقدمات چه میدونم عقد و عروسی و اینجور چیزاست. اون دیگه کار خلاف رو گذاشته کنار. مجید به من قول داده. تو هم به من قول دادی با مجید کنار بیای تا بره سر خونه و زندگیش. راستی مجید قول داده که ماشین رو روی چیز لای زربرق نگهداری کنه. خداحافظ. اینطوری نمیشه، اینطوری طلب پاره میشه. اگه بدونید با ماشین چجوری رفتار کنید اینطوری نمیشه. گفتگو نداره. اگه ما میدونستیم چطوری باید با ماشین رفتار کرد که این وضع پیش نمیومد. من همش نگران ماشین گرون قیمت آقای صحرایی‌ام. بهتر بازم سوار ماشین قبلی میشم، خیلی برام اومد داشته. من همه چیزو مدین و زبون بستم. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ چه خواهشی؟ در مورد اون پسر بچه‌ای که براتون تعریف کردن، امید. میخواستم اگر اشکالی نداره بعد از اینکه ماشینو بردین تعمیرگاه به اتفاق هم بریم دادگاه. من اینجا دوستم هم میاد. اما دخالت در زندگی خصوصی بیماران درست نیست دکترم. ممکنه خانواده شاکی بشن خانم دکتر. آخه مورد این بچه یه مورد استثنائیه. ببینید این بچه رو شکنجه میکردن، کتکش میزدن، حتی چند جای بدنش رو با انبر سوزوندن، سرش شکسته. میدونید که این بلاها رو سرش در آورده؟ اعتیاد. پدر معتاده و نامادری هم از اون بدتر. چون کسی بهش شک نمیکرده، مأمور تهیه موادشون بوده. هر وقت که بهش کم میدادن یا نمیدادن، تلافی رو سر این بچه در میآوردن. بعد اون وقت شما میگین که من نباید دخالت کنم. تعداد معتادین جامعه ما آمار وحشتناکه. تو امید رو نجات میدی، با بقیه چی کار میکنی؟ بله. آیا میتونی هر روز از این دادگاه به اون دادگاه، از این خونه به اون خونه برای نجات مردم بری؟ ها میتونی؟ به قول شما دکترا، برای علاج درد باید پیشگیری رو قوی کرد خانم دکتر. تا زمینه گسترش میکروب هست درمان های موقتی خیلی زود گذره. والا
همیشه با خودم میگفتم یعنی توی این دنیا چیزی هست که نفرت منو برانگیخته کنه. دیدم آره وجود داره. با دیدن امید و فاجعه زندگیش میگم بله. تنها چیز نفرت انگیزی که وجود داره اعتیاده و آدم معتاد. بنده رو معاف بفرمایید. بهتره تا تعمیرگاه بسته نشده بریم تعمیرگاه. تو هم بهتره به جای قصه خوردن برای دیگرون بری از بیمارات مراقبت بکنی. یه بیمار پیش از اینکه به نصیحت احتیاج داشته باشه به مراقبت پزشکی نیازمنده. ولی برای اینکه نگی پدر بی‌عاطفه‌ای دارم، چشم میام. فعلا خداحافظ. پشت سر من بیا. یه وقت مشکل داشتی چرا بازم میبینم. من دوشو خداحافظ شو. دیگه چه خبره ای کن؟ بعد مجید تو اون کچه عبرش میدیدی با اون موبایل مسخرهش یه خونه واسه اجاره کردیم تو فرشته با این کامرانه هم کشیدیم وسط. راستی آبجی منیجت که رو براست حواسش از همه ما جمع تره. دوستنم خودره کرده یه وقت فکر کنه که تو دیرا بیمه اینجا شیرفهم؟ شیرفهم شیرفهم هم برام کن. حواست جمع کن حمید. جمع نکنه خدا نکرده ما از اوضاع بی خبر بمونیم. اگه لقمه چربیه خب واسه همه چربه. چرا برای اونا باشه؟ نکنه اونا تنهای مجید و منیجه بخوان ارث و میراث رو هاپلی کنن. خاطر جمع باش من حمید مرده. چه مرگته؟ مگه میخ تو کفشت گیر کرده؟ نمیسازی ما رو. بنال چقدر؟ چند تا تازه نفس جور کردم. بچه پول دارایی بالای شهرم. باری کلا باری کلا. تا زیاد گرفتی داریم یه تو اسفا واسه این جلو میام. راستی حمیدی حساب کتاب رو که داری؟ چوب خطشو دارم برام خوام. زد زیاد بزن به چاک اطرافتم بپا. زد زیاد خانم دکتر شما فراموش نکنین که به عنوان پزشک در این مکان مقدس شهادت نمیدین بلکه به عنوان شاهد و کسی که برای اولین بار بعد از مراجعه بچه به بیمارستان اونو در وضعیت جسمانی بسیار بدی دیده در جایگاه قرار گرفته اید. خواهش میکنم مطالبتونو به سمع دادگاه برسونید. با تشکر از ریاست محترم دادگاه. بله، من متوجه این مطلب هستم. فکر میکنم که گزارش پزشکی قانونی به اندازه کافی روشنگر و تکان دهنده بوده. من نمیخوام از آثار سوختگی انبار بساط تریاک کشی به روی پوست و گوشت این کودک بیپناه چیزی بگم. من نمیخوام از شکستگی هایی که خود به خود جوش خوردن حرفی بزنم. من نمیخوام از اذیت ها و آسیب هایی که والدین معتاد به روح و جسم این کودک بیپناه روا داشتن صحبت کنم. من میخوام از یک دروغ حرف بزنم. از دروغ بزرگی که روح و روان این بچه رو بیمار کرده. و بی پشتیبان. آقای رئیس، به این کودک به دروغ گفته شده که مادر واقعیش مرده، در صورتی که اون زن الان زنده است و داره یه گوشه در همین شهر زندگی میکنه، ولی از ترس تهدیدهای پدر و نامادری جرأت نزدیکی به بچه رو نداره. من میخوام از این جنایت حرف بزنم. آقای رئیس، من مجبور شدم دروغ بگم. ساکت بشین آقا، بشینید ساکت. نظم دادگاه رو حفظ کنید. خواهش میکنم ادامه بدیم. متشکرم. من شبهای زیادی رو وقتی که حال این بچه بحرانی بود در کنار اون صبح کردم. اون بارها از خواب میپرید و از خدا مرگش رو میخواست تا بتونه بره پیش مادرش تا
تو آسمون بارها و بارها. آقای رئیس، کشتن مادری که زنده است در ذهن و قلب یک کودک به تصور من از شکنجه هایی که به جسم این طفل معصوم روا داشته شده وحشتناک تره. آقای رئیس، هیچ نعمتی بالاتر از داشتن مادر نیست. آیا هیچ آغوشی ایمنتر از آغوش مادر سراغ داری؟ اگر دیده بهش زیر پای مادرانه، پس تردید نکنید که خود بهش در آغوش گرم و پر محبت مادران قرار داره. این کودک برای بهبودی جسمش به استراحت و دارو نیاز داره، اما برای بهبودی روح و روانش به آغوش گرم. خواهش میکنم حکم دادگاه رو به گونه ساده بفرمایید تا این کودک پیش مادرش زندگی کنه. اون وقت همه زخمهای چند سالش مداوا میشه. در تمام اون شبهایی که من در کنارش بودم، اون از خدا به جز مادرش هیچ چیز دیگه ای نمیخواست. و حالا ما همگی در دادگاه وجدان خودمون کمی بیاندیشیم. آیا خدای کریم و مهربون نمیخواد این پسر بچه رو به مادرش برسونه؟ ای کاش من جای شما بودم و با دادن این حکم از این ثواب و اجر از این بهره می بردم. متشکرم. رأی صادره از دادگاه مدنی خاص خانواده در مورد حضانت آقای امید قربانی به شکایت مدعی العموم و سرکار خانم دکتر افسانه یعقوبی به شرح زیر صادر می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به تایید پزشکی قانونی، دادگاه رأی بر عدم صلاحیت نگهداری طفل توسط پدر معتاد و نامادری معتاد می دهد. بدیهی است که تا پیدا شدن مادر واقعی طفل، کودک مورد بحث تا بهبودی کامل در بیمارستان و سپس در یکی از مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست نگهداری خواهد شد. پرونده مربوط به آزار و شکنجه های جسمانی طفل توسط پدر و نامادریش در بخش ویژه‌ای تحت پیگرد و بررسی قرار خواهد گرفت. و سلام. ختم جلسه. ببخشید خانم دکتر، حالا برای یافتن مادر بچه چه برنامه‌ای دارید؟ آزار و شکنجه توسط چه کسی اعمال شده؟ نظرتون در مورد این گونه رفتار والدین چیه؟ ممنون که با هم اومدی. اگه نمیومدی برام تنهایی خیلی سخت بود. بابا کولاک کردی دختر. وقتی وسط دادگاه پاشدی اون حرفای گنده گنده رو زدی و قیافه‌هاشونو میدیدی، همه دهنا ولی چند بارم نزدیک بود گریم بندازی ها. بهتره بریم تو، بقیه حرفا رو تو بزنیم بهتره. بفرمایید. ببخشید. خواهش. بفرمی. دست شما درد نکنه، تو زحمت افتادی. خواهش میکنم. ممنونم آقا جون. آقا جون بهم کمک میکنی تا مادر امیدو پیدا کنم؟ نه دکترم، گفتم که منو معاف کن، دخالت تو را هم صلاح نمیدونم. آقا جونت راست میگه. مگه نهیده چه هوا خبرنگار اونجا ریخته بود؟ تیلیک تیلیک عکس قرقر فیلم برداری واسه خود دشمن درست میکنی یا؟ آخه میدونی موضوع چیه؟ من به امید قول دادم، بهش قول دادم که مادرش رو حتما پیدا میکنم. تا زمانی که تو بیمارستان بستریه باید از آقای دکتر سارمی اجازه بگیر. تنها کسی که میتونه کمکم بکنه این آقای صحراییه. آره بابا، اون که سرش درد میکنه واسه این کارا. چی فرمودی؟ مگه میشناسیش؟